برای اینکه بدونیم چت جی پی تی چطور به وجود اومد باید اول با سم آلتمن آشنا بشیم که بنیانگذار شرکت اوپن ای که چت جی پی تی رو به وجود آورد. So, تو این ویدیویی که دیدید سم آلتمن هنوز 19 سالشه و تازه از دانشگاه انصراف داده و هنوز نمیدونه که قراره کاری کنه که دنیا رو تغییر بده. برای خود من خیلی جالب بود داستانه که بدونم پیشینه سم آلتمن چیه و چطور به این جایی که هست رسیده و چت جی پی تی رو حالا با کمک تیمش ساخته و دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم یکی از میلیاردرهای معروف گفته که سم چنان نیروی اراده عظیمی داره که هر کاری بخواد میتونه انجام بده این حرفیه که در مورد ایلان ماسک هم گفته شده و بریم ببینیم که چطور از یک دانشجویی که دانشگاه انصراف داده رسیده الان به بنیانگذار یکی از سریع ترین شرکت های در حال رشد حال حاضر سم آلتمن سال 1985 به دنیا اومد و از همون ابتدا 8 سالگی برنامه نویسی و با کامپیوتر که خریده بودن شروع کرد در ابتدا حالا پیشینه مدرسش و اینا تا دا زمان دانشجویی کاری که میکرده وبسایت طراحی میکرده برای مشاغل محلی و بیزنس های محلی و همزمان توی یه سری مسابقات مناظره شرکت می کرده حالا اینجاها یه سری مسابقات مناظره هست که مثلا تیما میان چند تا تیم میشن در مورد یه مسئله مناظره میکنن و این خودش خیلی بهش کمک کرده توی کسب مهارت های ارتباطی به عنوان یک سی ای او شدن یا شاید هم از اول این مهارت ها رو استعدادش رو داشته حالا نهایتا بعد دوران مدرسه سم به استنفورد میره و در استنفورد کامپیوتر شروع میکنه خوندن ولی خیلی زود بعد دو سال خوندن متوجه میشه که با وجود اینکه خیلی تو درسش خوب بوده متوجه میشه که دانشگاه اصلا مناسبش نیست و داره وقتش رو تلف میکنه و انصراف میده و جالبه که دوتا از هم هم متقاعد میکنه که اونا هم انصراف بدن و با هم یه شرکتی به نام لوبت رو تأسیس میکنن لوبت یه اپلیکیشن موبایل بوده که کاربرا رو بر اساس موقعیت مکانیشون به همدیگه متصل می کرده. این اپلیکیشن لوپت توجه یک میلیاردر در سیلیکون ولی به نام پولگراهام رو جلب میکنه و این پولگراهام خالق وای کامبینیتور بوده که میومده توی شرکت های مختلف های مختلف سرمایه گذاری می کرده. و پول اومد خیلی سریع پتانسیل سم رو متوجه شد و گفتش که از همون اول گفتش که خیلی با پتانسیل و بهترین بنیانگذار سیلیکون ولی نامیدش اون موقع بعد از طریق همین وای کامبینیتور 6000 دلار بودجه داد به لوپت خب این خیلی مبلغ زیادی نبود ولی خب برای کسی که حالا هیچ بودجه ای نداشت خیلی بهتر از هیچی بود با تلاش سم آلتمن و تیمش لوبت نهایتا به ارزش 175 میلیون دلار رسید و حالا بعد اینکه رشدش دادن و اینا سمات من متوجه شد که حالا نمیخواد ادامه بده رو این کار کنه و اونو به قیمت 43 میلیون دلار فروخت نهایتا از این پول 5 میلیون دلارش مستقیما اومد تو جیب خودش و دیگه به یک میلیونر تبدیل شده بود و شروع کرد به سفر دور دنیا خریدن ماشین های گرون قیمت پرواز با هواپیماهای خصوصی و عملا دیگه نیازی نداشت کار کنه از این به بعد ولی با اون روحیه که داشت دوباره برگشت به سیلیکون ولی و تبدیل به یک سرمایه گذار شد چون سیلیکون ولی یه دمیان روی استارتاپ هایی که جدیدن میخوان شروع کنن کارشون اینه که رونا رو سرمایه گذاری کنن و خب اگه اون استارتاپ موفق بشه اینا سرمایهشون بیشتر میشه و به رشد اون استارتاپ هم کمک میکنن وای کامبینیتور مال پل گراهام که اول ویدیو گفتم اونم همچین کاری داشت و اومد پل گراهام به سم آلتمن پیشنهاد داد که به عنوان شریک توی کامبینیتور فعالیت کنه وقتی سم وارد وای کامبینیتور شد یه مقدار استراتژی رو عوض کرد استراتژی رو اینجوری عوض کرد که اومد سرمایه گذاری های پر ریسک تری انجام داد یعنی درهای سرمایه گذاری بیشتر باز کرد استارتاپ هایی که ایده های نوتر و خلاقانه تر و, و جدیدتری داشتند. داشتن ولی پر ریسک بودن رو اونا سرمایه گذاری کرد و یه جورایی با این تغییر استراتژی یکی از نکات کلیدیش هم این بود که میگفت ما درمون رو روی همه استارتاپا باز میکنیم همه بتونن ایده هاشون رو بگن خیلی در حد چند ده هزار تا ایده هر سال دریافت میکردن و ها میومدن ایده هاشون رو به اینا پیچ میکردن و اینا تصمیم گرفتن روشون سرمایه گذاری کنن یا نه و اون دیدی که سم آلتمن داشت نسبت به اینکه چه استارتاپی میتونه موفق باشه چه ایده ای پتانسیل داره و یا نه باعث شد که پورتفوی وای کامبینیتر به سرعت رشد کنه و به ارزش 100 میلیارد دلار برسه بعد همینطور که داشته توی وای کامبینیتور کار میکرده سال 2014 متوجه پتانسیل فوقالعاده هوش مصنوعی میشه و به این نتیجه میرسه که میخواد مشخصا بره دنبال این قضیه خودش و به خاطر همین دیگه از وای کامبینیتور خارج میشه که خودش یه چیز ماجراجویی بیشتری تو این زمینه بتونه داشته باشه حالا جالب بدونید که تو سال 2014 هوش مصنوعی یه جورایی فناوری به اندازه الان سر زبونا نبود و یه فناوری شکست خورده محسوب شد و اکثر آدم ها و متخصص ها نسبت بهش بدبین بودن ولی خب سم آلتمن پتانسیلش رو دیده بود و مطمئن بود که باید تو این زمینه ادامه بده بنابراین با ایلان ماسک وارد همکاری میشه و با هم تصمیم میگیرن یه شرکت رو, رو اندازی کنن به نام اوپن ای اونا میخواستن با شرکتشون با اوپن ای یه کار خارقلادهی توی زمینه هوش مصنوعی بکنن و یه چیزی که جالب بود اون زمان چون هوش مصنوعی اینقدر سر زبون ها نبود اینقدر گسترده نبود علمش تعداد محدودی متخصص AI وجود داشت و همه اونها تحت سلطه گوگل و مایکروسافت و اینجور شرکت های خیلی بزرگ بودن و در نتیجه اینا برای استخدام برای شرکت اوپن ای آی شون دوچار مشکل شده بودن برای اینکه متخصص ای آی پیدا کنن برای شرکت شون دوچار مشکل بودن یه جورایی ولی یه کار جالب کردن اینا یه مراسم یا شام خصوصی راه انداختن و ده نفر از افراد برتر تو زمینه هوش مصنوعی رو توی همون حتی شرکت های گوگل و اینا دعوت کردن و باهاشون صحبت کردن و در مورد اوپن ای آی شرکتشون صحبت کردن و متقاعدشون کردن که از کار خودشون استعفا بدن و بیان برای اوپن ای آی کار کنن از این ده نفر تونستن نه نفرشون رو متقاعد کنند خب البته اینکه حقوق خیلی بیشتری بهشون میدادن هم بی تاثیر نبود خب سرمایه گذاری هم از ایلان ماسک بود دیگه خب ایلان ماسک همون موقع هم خیلی شخص پولداری بود و سرمایه گذاری از ایلان ماسک بود و از نظر پول خیلی مشکلی نداشتن در اون زمان حالا پس یکی از مشکلات چون که استخدام تخصص های هوش بود و اینجوری برطرف کردن مشکل پول هم که یکی از بنیانگذارانشون ایلان ماسک بود قول داده بود که یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه اما به همین خوبی پیش نرفت ایلان ماسک و سلم آلتمن کم کم به اختلاف نظر برخوردن در مورد هدف و پیشرفت اوپن ای, ای یا اون تصویری که از آینده در نظرشون بود و نهایتا ایلان ماسک سال 2018 از اوپن ای, ای در اومد خب این یه مشکل بزرگ بود برای اینکه باز از نظر پول به مشکل برخوردن و سرمایه گذار اصلیشون رو از دست دادن سم آلتمن اومد دوباره تلاش کرد که سرمایه گذار جلب کنه ولی همه رد کردن و قبول نکردن سرمایه گذاری کنن براش در نتیجه اومد دنبال یه راحل دیگه سم آلتمن اومد با مدیرعامل مایکروسافت به نام ساتیا نادلا ملاقات کرد و اونو متقاعد کرد که اون سرمایه گذاری کنه و یه همکاری بین مایکروسافت و اوپن ای آی در اون سال شکل گرفت اینجا بود که اوپن ای آی قبل اون یه شرکت نان بود یعنی غیر سود محور بود ولی خب بعد اینکه با مایکروسافت وارد همکاری شد. این نان بودنش عوض شد و کاملا سرمایه گذارا سود می گرفتن اگه سرمایه گذاری میکنن توی شکل سودش رو می گرفتن. یه چیزی هم حدود 100 برابر پیشبینی شده بود که سود گرفته بشه از این سرمایه گذاری. حالا یه دلیل اینکه سم آلتمن این شخص رو یا مایکروسافت رو انتخاب کرد نه به خاطر اینکه حالا احتمال میداد سرمایه گذاری کنن و اینکه دلیل اینی که شخصا ساتیا نادلا به نظرش خیلی سی ای اوی قوی بود و حالا با این کمکی که کرده بود خب الان اوپن ای, آی دیگه تیه خیلی مسیر خوبی قرار داشت حالا در نهایت سال 2018 اوپن ای آی موفق شد که جی پی تی یک رو منتشر کنه ولی خب خیلی چیز خارق نبود و حالا خیلی هم صدا نکرد در همون سال تصمیم گرفت سم آلتمن دیگه کامل از وای کامبینیتور بیاد بیرون و تمام تمرکزش رو بذاره روی اوپن ای آی با اینکه حالا تصمیم سختی بود چون هفت سال تو اون سمت بود و خیلی کمک زیادی کرده بود به رشد وای کامبینیتور و حالا رهبری اونو یه جورایی به عهده داشت ولی خب برای اینکه کاملا پتانسیل توی اوپن ای آی میدید دیگه کامل از بای کامبینیتر اومد بیرون که توی اوپن ای آی کامل فعالیت کنه توی همون سال اوپن ای آی اومد جی پی تی دو رو هم منتشر کرد و جی پی تی دو خیلی بهتر بود و در حدی بود که جفری هینتون رو جفری هینتون پدر ای آی یه جورایی نامیده میشه اون رو هم متحیر کرد خود جفری هینتون گفتش که جی پی تی دو منو شگفت زده کرده سال 2020 اوپن ای آی اومد جی پی تی 3 رو منتشر کرد این دیگه خیلی جدید بود خیلی قوی تر از قبلی ها بود جی پی تی 3 همونی بود که خیلی سر صدا کرد و همه دیگه اینجا بود که با جی پی تی آشنا شدن همه جا پر از حرف چت جی پی تی شد چون که میتونست متن تولید کنه متن جدید تولید کنه متن خلاصه کنه به زبانهای مختلف ترجمه کنه و یه کار دیگه هم که کردن دالی رو منتشر کردن که تولید تصویر با استفاده از نوشتن متن. حالا دالی یه مقدار کمتر شناخته شده است ولی دالی هم خیلی چیز جدید و قوی بود که همونطور که گفتم میتونست تصاویر با استفاده از هر چیزی که بهش میگی تولید کنه با استایل های مختلف و خلاقانه ولی GPT-3 بود که کلا همه در موردش حرف میزدن و مهمترین چیزش این بود که یه رابط کاربری داد به همه آدما به افراد عادی که بتونن با استفاده از اون رابط کاربری بدون نیاز به دانش یا علم برنامه نویسی یا هوش مصنوعی بتونن ازش از کارکردهاش استفاده کنن به این صورت که این ایده سم آلتمن بود که بیاد gpt پی تی سه رو به صورت یک چت قرار بده و مردم عادی بتونن باش ازش استفاده کنن و توی خود اوپن ای آی اکثر مهندسینش اعتقاد داشتن که این اطلاف وقته که بیایم جی پی تی رو به عنوان یک چت بات ارائه کنیم اطلاف وقت و انرژی ولی خب سم معتقد بود که نه ارزشش رو داره که انجام بدیم این ایده رو پیش برد انقدر موفقیتش زیاد بود که به سریع رشدترین ترین رشد سریع ترین رشد یک محصول در تاریخ تبدیل شد به این صورت که تو کمتر از دو ماه 100 میلیون کاربر داشتن ازش استفاده میکردن و این بی سابقه بود توی همه محصولات حالا این نشون میده که سم آلتمن بینش خوبی داره واقعا بینش خاصی داره تو این زمینه که خیلیا ندارن و میتونه ببینه که چی میتونه موفق باشه و چی پتانسیل داره حالا یه سری چیزای هم در مورد زندگی خود سم آلتمن یه چیزی که خیلی جالبه است. هم آتمن به تموم شدن دنیا اعتقاد داره یه سری آمریکایی حالا خیلی با اصطلاح دومزدی اعتقاد دارن که یه اتفاقی قرار بیفته و دنیا تموم بشه حالا یا یه پدیده زیست محیطی اتفاق میفته یا زامبیا حمله میکنن یا افراد فرازمینی حمله میکنن ولی نهایتا یه اتفاقی میفته و اون حالا یه سری ها میان آماده میشن براشون مثلا توی خونه هاشون یه زیرزمینی آماده کردن براش یا یه سری مواد غذایی آماده نگه میدارم برای این اتفاق سم آلتمن هم یه آدمی که به این اعتقاد داره به قیامت اینجوری و یک پناهگاه اتمی ساخته که یه انبار طلا توش داره اسلحه داره ماسک گاز داره و خیلی جالبه که اینو داره حالا از این جنبش که بگذریم سم آلتمن به جز اوپن ای آی توی 400 شرکت مهم دیگه سرمایه گذاری کرده و جزو سرمایه گذاراش از مهمتریناش ایر بی ام بی پینترست و خیلی شرکت های مهم دیگه که توشون سرمایه گذاره یه چیز جالبی هم که داره خیلی کتاب میخونه هر سال 100 تا کتاب میخونه و خب این مقدار از مطالعه برای کسی که اینقدر سر شلوغه واقعا جالبه برای من واقعا شنیدم اکثر کسایی که موفقا اینقدر کتاب میخونن خب حالا برگردیم به اوپن ای آی و چت جی پی تی سال 2023 سم آلتمن دوباره مایکروسافت رو متقاعد کرد که دوباره 10 میلیارد دیگه سرمایه گذاری کنه توی اوپن ای آی الان بیش از سی میلیارد دلار اوپن ای آی ارزش داره و خب جی پی 4 که اخیرا منتشر کرد دن. این دیگه جدیدا خیلی به نظر خیلی دیگه نگران کننده شده اینقدر خوبه حتی توی امتحان پزشکان که یه امتحان پزشکی دارم به اسم USMLE از 90 درصد پزشکا بهتر جواب میده سوالا رو و خب این یک چیزیه که داره نشون میده که کار کردش از انسان ها خیلی داره بهتر میشه حالا این در مورد به وجود اومدن جی پی تی و خالق جی پی تی ها سمالتمن بود و اینکه خب همونطور که گفتم خیلی دارن نگران این میشن ولی یه چیزیه که الان اجتناب ناپذیره و داره دنیا به سمتش پیش میره و خب همزمان سم آلتمن داره با دولت آمریکا همکاری میکنه که یه سری قوانینی وضع بشه برای این هوش مصنوعی های قدرتمند قوانینی وضع بشه که از کنترل خارج نشه حتی من دیدم که اعلام کردن که 100 هزار دلار بودجه میدن برای هر شرکت های خصوصی یا کوچیک یا اشخاصی که بخوان در این زمینه فعالیت کنن که یک راهکاری ارائه بدم برای قانونمند کردن و ساختار گذاشتن روی قوانین بر روی هوش مصنوعی و اینجور ابزارها و اینجوری حمایتشون میکنه از این جنبه هم که بشه قانون گذاشت و از کنترل خارج نشه پس اینم در مورد سم آلتمن و جی پی تی بود چت جی پی تی بر من خود من خیلی جالب بود اینکه از کجا به کجا رسیده و دوست داشتم با شما هم به اشتراک بذارم امیدوارم براتون جالب بوده باشه اگر ویدیو اینجوری دوست داشتید بگید که حتما بازم از این نوع ویدیوها بذارم تو این کانال من سعی میکنم ویدیوهای مرتبط با هوش مصنوعی و اخبار جدیدش رو بذارم پس همراه باشید فعلا خدا نگهدار